د افغان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه نکيله د سپینو خبرو خبرونه ته خیر اغلاست. افغان ولسمشر حمید کرزای وایي د 2013 میلادي کال تر پای مخکې د افغانستان امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک ول د امریکا غوښتنه ده او د امریکا په غوښتنه به دغه سند نه لاسلیک کوي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکوي که ژر امنیتي سند لاسلیک نشي ټول سرتیري به وباسي. د سپینې ماڼۍ په وینا د افغانستان له ولسمشر حمید کرزي سره د متحده ایالتونو د ملي امنیت د سلاحکارې سوزان رایس خبرې د امنیتي موافقې په اړه د امریکا وروستۍ خبرې دي. همداراز اوس ښاغلی رئیس جمهور کرزی غواړي چې دغه سند د افغان بل چارواکي لخوا له امریکا سره لاسلیک شي. غواړو همدا موضوع له خپل درنو مېلمنو سره تر بحث لاندې ونیسو. له موږ سره په خپرونه کې مېلمانه دي ښاغلی جنرال زلمی وردک د سیاسي چارو کارپوه، ښاغلی اکاډمیسیان اکبر وریا د سیاسي چارو کارپوه، مېرمن فتانه ګیلانی د ښځینه ټولنې مشره. خپرونې ته ښه راغلاست ښاغلی جنرال. لومړی که تاسو ارزونه ووایاست، ولسمشر چې دغه ډول څرګندونې کوي چې 2013 کال نه مخکې د دغه سند لاسلیک کول دا د ما غوښتنه نه، د افغانانو غوښتنه نه، بلکې د امریکا غوښتنه ده، ستاسو ارزونه غواړم په همدې ټکي ولر. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې تاسو وریا صاحب ته، درنې فتانی، او تاسو تلویزیون کارکوونکو ته، او تاسو تلویزیون د لارې نه د افغانستان ټول د دنیا او زموریدلي ملت ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. جناب فیضی صاحب، په افغانستان کې لوبه روانه ده. که د افغانستان د عنعنوي په شکل باندې ورته وګورو، د اطمینان ولسمشر دریځ موږ تاییدوو، ځکه د افغانانو دا غوښتنه ده چې باید بهرنیان د دوی کورو ته ورنه شي، په خپل سر باندې عملیات ونه کړي، یعنې بدون د اجازې د حکومت افغانستانه باید دوی کوم عمل ترسره نه کړي. اما که چیرې علمي او بشري هغه ته راشو، د ده په دریځ کې بعضې ستونزې موجودې دي چې په دغه شرایط کې، په دغه اوس شرایط کې افغانستان د ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې 12 کاله جناب رئیس جمهور د افغانستان واک یې د په لاس کې دی. دی په خپلو خبرو کې وایي چې زه اوس پوه شوی یم چې صلح د امریکا او د پاکستان په لاس کې ده، در صورت کې چې صلح په خپله زموږ د افغانانو په لاس کې ده. تر څو چې موږ خپل افغانان ونه غواړو چې صلح په افغانستان کې رانه ولو، هېڅکله به څوک په صلح درته رانه شي وستلی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې موږ افغان وګړي په څو برخو، یعنې په څو بېلو شاخو باندې ویشل شوي دي. درسته دی چې به امریکا به فشار په پاکستان باندې راوړي، د آیسای هغه څوک چې آیسای تمیلوي هغه به ودرېږي، خو هغه نور کسان چې په نورو شاخو پورې تړلي دي، دغه سره به دوی څه کوي؟ زه راځم یو بل ټکي ته. خلکو مشوره ورکړله، خلکو مشورتي جرګه، لویه جرګه دایره کړله، او په دې کې مشوره ورکړه چې دغه سند کولی شي افغانستان ته سوله او ثبات راولي او دا باید تایید شي. اوس ولسمشر مخالفت کوي، نو دا نړیوال غواړي چې د دې سولې مخالفت وکړي که خپل افغان حکومت؟ ګوره، اصل مسله دلته ما مخکې درته وایي چې په افغانستان کې لوبه روانه ده. که چیرې واقعا د جناب محترم ولسمشر په دې وطن باندې زړه سوای، په دې ملت باندې زړه سوای، په دوهمه دور کې چې ده ځان کاندید کړی، ولې دغه دریځ د ترسره کوو؟ ولې امریکا ته یې نه ویل پوه شوي که نه چې په دغه شرایطو، په دغه شرایطو زه په افغانستان کې د تا سره په بدن کې موافقه هغه لرم، موافقه لرم، غیر ته غینم په تا سره موافقه نه لرم. او کله که په ده باندې فشار راغلی وای، ده باید د ټول ملت په مخ کې خپله استعفا وړاندې کړې وای چې په ما باندې فشارونه د جهان دي، په ما باندې فشار د امریکا دی، زه نور د ولسمشر نشم کولای، دی چار څوک راولي هغه د ولسمشر کی. نن به په تاریخ د افغانستان کې د ډېر ستر نوم درلودلی. متاسفانه ګوره، افغانستان اوس په داسې شرایطو کې قرار لري. زه یو ډېر وړ مثال درکوم. د موږ د امنیتي د بخشونو په کال کې تقریبا 4.5 میلیارد ډالر مصرف لري. د تا د ټول افغانستان بودیجه چې ته د کالانۍ وسنجوې، 2 میلیونه ډالره په افغانستان ته موږ آمد درو. دغه 2.5 میلیونه ډالره به دی د کوم ځینه کوي؟ دغه نور بحث مسایل چې مثلا د ملکي بخشو سره دوی کومکونه کوي، ماشونه ورکوي، دا به د کوم ځینه کوي؟ اما کوم برخې ته چې ښاغلی ولسمشر اشاره کوي چې که زه سل سند هم ورسره امضا کړم، که دوی ځي بیا ځي، او که زه سل وارې ورته وایم چې ولاړ شي، چې دوی نه ځي بیا نه ځي، دا پرېکړه دوی کوي. نور ملکونه زه داسې نه ده چې زه د طرفداري د امریکا کوم. زه یو افغان یم، من حیث د افغان، زه منافع د افغانستان غواړم. هغه څه چې د افغانستان د منافع د پاره وي، زه دغه دریځ پسې ولاړ یم. ما درته وایي چې د افغانستان د عنعنوي هغه باندې د ولسمشر کوم دریځ دنی ولای دی، هغه موږ د ټولو د افغانانو تایید ور دی، خو دا احساساتي دریځ دی. په دې معنا باندې که چیرې ولسمشر
دا غیب پلانونه تر نظر درلود د لوی جرګې ته څه ضرورت و چې اول د لوی جرګې هغه اصلي ماهیت د ټول جهان په مقابل کې د دوو پیسو سره د ضرب کوي. لوی جرګه ما سل واره د تا د خپل د تربیون د شانه ویلي دي چې لوی جرګه هغه ته ویل کېږي چې هغه فیصله کوي، هغه پرېکړه کوي، هغه مشوره نه ورکوي. درسته دی چې جناب رئیس جمهور ته حق لري چې د ټول افغانستان سره مشوره وکړي، خو د جرګې نوم د نه ورکوي. بیا کله چې دی پخپله راغی په هغه اوله بیانه کې وایي چې هره پرېکړه تاسو وکړه زه هغه پرېکړه منم، هغه به زه بالکل ترسره کوم. نو کله چې ټولې لویې جرګې دا پرېکړه وکړه، بعض موادات دوی اصلاحات کې راوستل او پیشنهادونه یې وکړل، وایي چې باید دا سند امضا شي. ولې دی تر شا لاړو؟ ولې د دې لویې جرګې هغه کوم مشوره او پرېکړه چې ورکړې وه هغه یې ترسره نه کړه او هغه یې په ټینګ کې نیولی دی؟ دلته نور هم مسایل دي چې دوی غواړي چې پردې تر مخ داسې دې ملت ته ظاهر کړي چې یعنې زه واقعي وطن پرست، د دې وطن واقعي بچایم. ما همیشه ویلی دی دی بعض وخت داسې خبرې کوي چې واقعا د هغه افغانیت ثابتوي، هم د پردې ته شانه چې کله موږ د نورو خلکو د نورو رسانیو یا د نورو شنون کنه موږ اورو، متاسفانه په دې باندې ډېر خفه کیږو چې د افغانستان په ملت باندې لوبې کیږي او افغانستان ملت په ډېرو لویو ستونزو سره مخامخ. مننه مننه ښاغلی اوریا، ستاسو ارزونه هم غواړم. کوم داسې دلیل شتون لري چې ولسمشر کرزی دغه سند وځنډوي؟ که بسم الله الرحمن الرحیم، نخست از همه سلام ها و احترامات خود را خدمت شما همکاران عزیزتان بی بی گرامی خانم گیلانی جنرال سیمی عزیز وردک و سلام ها و احترامات بی پایان به خلقای ساکن وطن که در مرحله کنونی یک بار دیگر با هیولای وحشت دست و گریبان هستند و میر از منتال از وجود فاسدترین دولت جهان افغانستان عزیز پاک کاری کنند تقدیم میکنند. موضوع امضای قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا از ریشه در اثر نبود کارکنان حرفه‌ای مسلکی و با تجربه دیپلماتیک و نظامی در افغانستان، اتکا به جاسوس های کشورهای مختلف به خاطر قراردادها، اینها جفای بزرگی بوده بر حق ملت قهرمان و مقاوم افغانستان که در برابر بدترین تجارب چپ راست و افرادگرایی مذهبی در افغانستان از خود بجا گذاشتند. برای از اینا جفایست بسیار خطرناک و جفایست تاریخی. مردم افغانستان به مثابه یک قوم آزادی دوست، یک قوم اقوام آزادی دوست و اقوام زحمتکش، خواهان زندگی پر از صلح و صفا، صمیمیت و همکاری با میان خود و همسایه های خود و جهان هستند. بر از اینا نقشه های گوناگون ساختن و از اینا استفاده های ابزاری نمودن، از اعتقادات پاک مذهبیشان سوی استفاده کردن، از نام افغانیت و آزادی خواهیشان سوی استفاده کردن، این پدیده است که طی 30-40 سال اخیر بسیار شدت گرفته و بسیار رقتبار و نفرت انگیز بر علیه مردم افغانستان عزیز اعمال میشه. در جرگ مشورتی افغان ها نبودند بلاخره بلاخره بازی و مضحک بازی و مسخره بازی از ارگ در وجود باند کرزی و امرانش به سطح رسید که لوی جرگه که پدیده تاریخی و فیصله کن افغانستان است و امروز یک پدیده بزرگ حقوقی است به این افتضاح کشانده شود. لوی جرگه اصلا دایر نشده. لوی جرگه تا شورای ولایتی و ولسوالی پارلمان همه تکمیل نباشه دیگه دایر شدن نمیتونه. اولین جفای بزرگ آقای آمد کرزی و امراهان شمیست که نخواستن که در کشور دیگه لوی جرگه دایر شود. برای از اینکه اولین لوی جرگه در تاریخ افغانستان که بعد از این دایر میشه زماندار فاسد و عاملین فساد بزرگ در جهان محکوم به محکمه
سرایی خلقای افغانستان خواد کرد. دیگر جلوی جلوی جرگه در افغانستان برمی گرفته شده. دوم مسئله که تا امروز همه بنوی معامله گرانه که رئیس جمهور حق مشوره با مردم داره، رئیس جمهور بیشک حق مشوره با مردم داره، اما گفته شده مراجعه به آرای مردم از طریق پلیبیسیت یا ریفراندوم. ریفراندوم تاریخ یک کشور تغییر میده، فیصلهش فیصله قاطی است، هیچ کس در برابر از او استاد شده نمیتونه. مشوره با مامورین خود، با شبکه های قاچاقبر مواد مخدر، مشوره با انسان هایی که حداقل فهم حقوقی ندارند، حتی سواد در زبان پشتو و دری زبان های ملی ندارند، این مشوره نیست، این مضحکه بازی است. کدام دلیل منطقی است که رئیس جمهور میخواهید؟ رئیس جمهور از اول تا آخر درک کرده که خودش یک وسیله، یک ابزار بازی بیگانه است. بیگانه ها بالاخره امروز سندی را مبنی بر غلطیدن یا حواله کردن افغانستان به یک روابط بین المللی غیر متعادل و یک پهلو امروز زیر فشار گرفتن. ای آنچه که آقای کرزی میکنن مسئول شماره یکی از امروز اوباما و کاخ سفید است، برای از اینکه این فشارها را اونا ایجاد کردن. شما ببینید یک قدرت بزرگ جهان که 400 هزار متخصص دیپلماتیک داره، 400 هزار، ای اصلا به زبان بسیار آسان است. شما این سندی را که بنامی سند همکاری های امنیتی و دفاعی با افغانستان ببینید، هیچ مبنای حقوقی نداره، هیچ فیصله حقوقی نداره، هیچ اصطلاحش حقوقی نیست. این یک غلطیدن یک جانبه افغانستان به حیث یک ابزار بازی به دست ایالات متحده امریکا در بازی های منطقه‌ای و جهانی، در حالی که این به متخصص امروز آقای کرزی با بازیگرای دیگه خود وزارت امور خارجه افغانستان که امروز بود بین المللی قضاهای افغانستان است، هر چیز که با امنیت تر است. شما میفهمید که تا 12 سال اخیر وزارت خارجه افغانستان وزیر بدون وزیر خارجه بوده. تشکر. باز در نگاه افراد یا کمپودر آمده یا دکتر ولادی نسایی آمده یا سرکساز آمده و امروز یک ده از آزمنده و بازیگرای خطرناک سیاسی جهان میگن که ما سریع همی سرکساز همی قرار داده امضا میکنیم. تشکر. یه امکان پذیر نیست، بسیار طرح بسیار ساده لوانه و خلاف مرافعه نیست. آوازه هایی وجود داره که امریکا میخواهد سند امنیتی را با یک فرد دیگه حکومت افغانستان امضا بکنه. به نظر شما هی یعنی امباد حقوقیش مشروعیت خواهد داشت یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر روان پاک شهدای راه خدا و آزادی افغانستان. سلام احترام بر شما، سلام احترام بر جنرال صاحب محترم، بر برادر بزرگوار مولیا صاحب. تشکر. من میخواهم که باعث یک کسی که سالها به خاطر حقوق بشر و حقوق زن آواز بلند کردیم و به خاطر منافع افغانستان، به خاطر آوردن صلح افغانستان خود وقف کردیم، میخواهم به یک شکل دیگه ببینم. سه دوره یا سه دهه حکومت هایی که در افغانستان گذشت، یا مثلا حکومت های دست نشانده که در پشتش خارجی ها بود و افغانستان تباه کرد و افغانستان مردمش اونمو اشتباه های و جنایتکار های دمان بود و مداخلات خارجی که امروز گفت ما به این جایی کشید. برای رئیس جمهور کرزی امی دوره ها یک پند بود، یک نصیحت بود، زمانی که بعد از 11 سپتامبر که زیادتر جهان سرزی یا امو کشورهای قدرتمند سرزی سرمایه گذاری کردن، باید رئیس جمهور از نمو شاو روز که کنفرانس بون بود، باز لوی جرگه اصراری بود، باز مسئله قانون اساسی، ببخشید لوی جرگه قانون اساسی بود، باز مثلا انتخابات ریاست جمهوری بود، بعد از او ای باید از نمو وقت بسیار از دقت زیاد و از مسئولیت کار می گرفت و در مقابل مردم افغانستان هیچ نوع بازی را قبول نمی کرد. زمانی که رئیس جمهور کرزی از طرف امریکایی ها یا از طرف خارجی ها برش اشاره داده شد یا برش مشوره داده شد که برو ده و روزگان و امور قمبیا و آیسته آیسته آیسته، ای بر ریاست جمهوری آمد. زمانی که رئیس جمهور بش
دست بالا کرد یا امایش کرد که گفت ما از رئیس جمهور کرزی حمایت میکنیم. او وقت باید میگفت که مرا حمایت نکنین، مردم افغانستان را حمایت کنین، ما نجات افغانستان را میخواهیم از بلاهایی که متوجه افغانستان است. اگر رئیس جمهور باز نتانست حداقل در دوران ریاست جمهوری دوره دوم خود با وجود ازی که با تقلب زیاد به قدرت رسید، به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دست چپ بالا کرد، دفعه دوم این رو آورد. این بار رئیس جمهور میگفت که ما مثلا میخواهیم سال را میخواهیم، ثبات میخواهیم، امنیت سرتاسری میخواهیم، ختم جنگ را میخواهیم، ختم کشتن بچه های بیگناه افغانستان را میخواهیم. او وعده ها یکیش عملی نشد. آلی بخش کدام دلیل میخواهیم؟ این را آقای فیضی به این خاطر میگم که رئیس جمهور او روزایی که از احساسات کار میگرفت و همراه مردم افغانستان بازی میکرد، همراه اقلقی خاص از خارجی ها و استخباراتی ها، اونو وقت رئیس جمهور باید اینی گپا را فکر میکرد که سر مردم افغانستان بلا و غضب های زیاد را نمیارد. میایم در ارتباط از این که امروز بعد از 13 سال متاسفانه جامعه جهانی در حق مردم افغانستان صادق نبود و وقتی که در لوی جرگه اضطراری یا در کنفرانس بن حول ما به عیسی یک زن بی‌طرف و به خاطر منافع افغانستان جهان آمد گفتیم که باید جنایتکارای دیگری که شما دعوت کردین، همین گروه طالب ها و یا حزب اسلامی چرا در بیرون از مرزهای افغانستان بانه؟ با او خاطر این را باز یک بار تکرار میکنم که وقتی که با دیگر جنایتکارا جامعه جهانی بازی کرد و این جنگ طولانی تر ساخت، یعنی هی معلوم میشه که این دهی بازی دهی جنگ هم جامعه جهانی مقصر است و هم آقای کرزی. وقتی که رئیس جمهور کرزی مثلا صدا میکنه در روز لوی جرگه مشورتی که تمام فساد به زیر پای امریکاست و پاکستان است، ما فکر میگم که نخر تنها پاکستان امریکا نیست، فساد در زیر پای تو هم است، بخاطر از اینکه تو هم که تزی ناشریک بودی، تو باید یک افغان خوب نمایندگی خوب از این ملت بیچاره نتونیست. این حال میاییم اگر فساد است، اگر فساد است، همین نقطه را اگر روشن بسازیم، اگر فساد در امریکا است و در زیر پای پاکستان است، پس چرا میخواه با امریکا سند امنیتی را امضا بکنه؟ همین سوال است که مردم یالی میخواه که در این وقت در این شرایط اکت یک رهبر ملی را کنه، عکت یک بچی افغان بسیار با احساس و با مسئولیت کنه، عکت یک آدمی را کنه که ببینید که من چقدر افغانستان دوست دارم، چقدر خداپرست هستم. همه کل مردم افغانستان میفهمد تاریخ 12 روز هر بازی که شد در افغانستان، هر بازی که از 11 سپتامبر تا به امروز در افغانستان شده، مردم افغانستان کلش به سینه خود دارن، مردم تاریخ ناشته میکنه. رئیس جمهور کرزی با ایقا پولایی که در افغانستان آمد، با ایقا مداخلاتی که خارجی ها در امور داخلی افغانستان کرد، 45 کشور در افغانستان آمد و مثلا مافیای داخلی، مافیای بین المللی آمد، مواد مخدر گپش به کجا رسید؟ امروز اضافه تر از 1.5 میلیون افغان های بیچاره ما معتاد مواد مخدر است. خانه های افغان ها تلاشی شد، عمله های انتاری شد، قتل های زنجیری صورت گرفت، شخصیت های بسیار با نفوذ افغانستان از بین رفت، بسطها به چی افغان کشته شد که از اون جمله به برادر خود من هم به شهادت رسید، یکیش در دوران کمونستا، یکیش به دوران امین نظامی که امریکایی تشریف آوردن به افغانستان که ما ساله رو میاریم. کجا سالتان امریکایی؟ وقتی کرزی میگه فساد، در فساد هم امریکا شامل است، هم خود کابل شامل است، کرزی باشه و هم اسلام آباد. ترورست ها بر همه گی معلوم بود. با او خاطر ما کرزی عالمی خواهیه که بازی هایی را که در طول 12 سال کرد عالمی خواهیه که خود براحت بتر. یعنی این هم بازی است که حالا به تعویق می اندازش؟ ما فکر میکنیم مطلق یک بازی است. این مطلق یک درامه است. این همی اکتای را میکنه، ما پیشتر اشاره کردم که اکت یک رهبر ملی را میکنه، یک رهبر ملی همی رقمی باشه که امرای اولاد از این وطن، امرای مردم شیر قنبازی صورت بگیره و خون افغان ها حقا بیارزش باشه. امروز شما فرزیست ببینین به هزار هزار بچی افغان بعد از 13 سپتامبر تا امروز به شهادت رسیده روان است. مردمایی که فقیر بودن فقیرتر شدن. اینقدر مواد مخدر ما متدین نداشتیم که امروز داریم. این را جواب شد که میته یک مثلا خون بچی افغان قیمتش 1 لک افغانی است. باز کرزی صاحب میایه به جیبشان 1 لک افغانی رو میمانه گوان بر بسیاریش برسه یا نرسه و 50 هزار هم بر زخمیاش. یا ای که مثلا صدا میکنن که
اولادای طفلای را مثلا پدرها مادرها متوجه بشه که امروز وجود طفلای محسوم پاک از این سرزمین وجودشان در خطر است، مورد تجاوز قرار میگیرند. اینقدر که فحشا در زمان تو زیاد شد، اینقدر که بدبختی در زمان تو شد، اینقدر که تعداد خشونت علیه زنا در زمان تو شد، اینقدر که مثلا گرفتن طلاق در زمان تو زیاد شد، اینقدر بیکاری، اینقدر فرار از ملکا از افغانستان در زمان تو زیاد شد، تو ای همیشه مسئولیت داری که دانه 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 جواب بدی. تشکر. ببخشید، نه تنها کرزی بلکه تیم ازی که بود در طول 12-13 سال تیم ازی و او آقایی که در دور پیشش بود، او وزیرایش که وزیر بود، اینا همشان مسئولیت دارن که در مقابل هر قطره خون بچه های افغان اینا جواب بدن. تشکر. به این سادگی نمیتونیم تیر شویم. این قرارداد یک مسئله سرنوشت ساز است و این که مثلا جرگه را ساخته یک جرگه ساختگی و اینا را ای عقد میکنه و باز ما میخوایم که دور ارتباط هم جواب خودتون، ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است، امرای افغانستان بازی بسیار خطرناک صورت گرفته و رئیس جمهور حال میگه که در جرگه که ما میخوایم که امرای جهان چنه بزنم، تو اگر اقدر مهربان بودی، اقدر تو دانشمند بودی، تو چرا 5 سال پیشتر چنه نزدی، تو چرا 7 سال پیشتر چنه نزدی سر نجات افغانستان کتی همکارای تو دوستای که از واشنگتن بود و از 4 طرف دیگه دنیا بود، حالا تو چنه میزنی؟ تشکر. خاله جنرال ساس ارزونم پم دې ته کی غواړم چې بل اخره پښتون د رئیس جمهور کې کولای شي وزیر د خارجه د غسان د امضا کی په هیڅ قانون د جهان کې د نشته چې ولسمشر موجودیت ولري هغه په سلام باندې وزیر خارجه کوم دا تړون چې هغه یعنی آینده سازی په استلام د یو وطن ټول هغه کې نغښتي هغه امضا کی په 2003 کال کې دوی همدغسې یو سند د بهرنیانو سره امضا کړ چې وزیر خارجه او وزیر داخله او وزیر د دفاع و چې متاسفانه دغه پایلې موږ تاسو په افغانستان کې ولیدئ چې پایلې تر کومه سرحده پورې ورسېدې. همدغه سربخوده عملیاتونه دا د شپې عملیاتونه دا د ملکي تلفات دا د خلکو نیول سنا پنتاګون ته وړل په بګرام کې بندي کول شخصي بندیخانې درلودل او د افغانستان خلک ځورول نیم د افغانستان خلک یا ملت د حکومت نه زړه تورول چې نن په مختلفو مخالفو ګروپو کې قرار لري دا هغه تړون تاثیر دی چې نن افغانستان ویني. نو دا په هیڅ صورت کې په هیڅ قانون کې په هیڅ حقیقت نشته دی چې یو ولسمشر د یو مملکت موجود وي او وزیر خارجه، ځکه دا د وزارت خارجه حساب نه دی، دا روابط سیاسي نه دي، دا نظامي تړون دی، دا هغه تړون دی چې د افغانستان آینده سرنوشت یعنی په اصطلاح آزادي استقلال ملي منافع ټول پکې نغښتي دي. یو ټکی ته چې اشاره کیږي چې اوس ولسمشر خپل شرطونه نوي کړي دي، هغه دا وایي چې امریکا باید له طالبانو سره خبرې پیل کړي او د ګوانتنامو زندان افغان زندانیان خوشي شي. تاسو په نظر دغه شرطونه چې مخکې نه ول دا اوس د ده شرطونه دي او دا هم رښتیا د ملي منافعو لپاره دي که د شخصي منافعو لپاره؟ ګوره تاسو نه څو عمر وینئ چې جناب رئیس جمهور کړی اصلا د اصول د نګانه هر مملکت ته مسؤلیت لري چې د خپلو بندیانو یا د سیاسي بندیانو یا د جنایي جرمو بندیانو د پوښتنه وکړي. پرون ما نن سهار و که بیگاه ما واردل چه پاکستان حکومت 3 نفره اغا علی رتبه طالبان ده بند نخوشی کرد. دلته و گیم روان ده، بازی روان ده، مخ کې ول نه خوشحال ته پرمن تقریبا دغه یو نیم کال کې چې دوی چې وایي چې ملا برادر را خوشې کې ملا برادر را خوشې کې کله اوازه کې چې خوشې شوی دی، څوک وایي چې کراچۍ کې دی، څوک وایي چې پېښور کې دی، څوک وایي چې په مرض باندې ګرفتار. یعنی دوی افغان حکومت ما څوي چې په دې سند امنیتي کې دغه بندیان خوشې کېده وایي خپل جناب رئیس جمهور په خپل بیان کې دوی ویل چې دوه قصدي دي تړون مخالفین دي چې یو پاکستان دی بل ایران دی.
دا دواړه قطن نه غواړي چې د تړون ترسره شي. نو دلته هغه بازی سیاسي روانه ده چې د افغانستان ملت بیچاره په وینو، یعنی د هغوی نفوذ اوس باعث د دې شوی چې ښاغلی کرزی مخالفت کوي، که څنګه د دغه پاکستان او ایران نفوذ باعث د دې شوی چې ښاغلی کرزی مخالفت کوي؟ امریکا تقریبا 12 کاله کېږي چې په افغانستان کې دننه حضور د موجودیت لري. مخکې د هغې نه د جهاد په دوران کې تقریبا یعنی چې موږ ټول ونیسو 15 کاله کېږي، مګر هم پاکستان او ایران، د ایران تقریبا تر سلهاو کالونه مخکې په افغانستان کې دي هغه خپل اهداف ترسره کولو دپاره لاسونه غځولي دي. او پاکستان د پیدایښت نه چې څنګه پیدا شوی دی تقریبا 6-7 کاله کېږي چې په دې افغانستان کې دي خپل لاسونه غځولي دي. دوی هغه اهداف لري. تاسو په خپله واورېدل چې د پاکستان هغه رتبر چارواکي وویل چې موږ افغانستان د پاکستان 15 صوبه ګڼله. دا هم فکر کوو چې په افغانستان د پاکستان 15 صوبه ده. دلته هغه لوبې روانې دي چې متاسفانه ما همیش ویلي دي چې دا د افغانانو جنګ نه دی. دلته جنګ د استخباراتو دی، جنګ دلته جنګ د ابرقدرتونو دی، دلته جنګ ذخایرو د معدنو د اقتصاد جنګ دی. دلته بدبختانه په دغه جنګ کې افغانان تباه کېږي، افغانان د منځه وړل کېږي، افغانان قرباني ورکي او منافع نور کسان وړي. دا د په دې خاطر چې هر رهبریت په دې افغانستان کې موجودیت ته راغلی دی د خپل شخصي منافعو په خاطر باندې، هم وطن د ستونزو سره مخامخ کړی، هم وطن د بدرۍ سره مخامخ کړی، هم وطن د غلامۍ سره مخامخ کړی دی. مننه. من آقای اوریا، ارزیابی شما را میخوایم داشته باشم در همین نقطه که رئیس جمهور میخواهد که امریکا با طالبا گفتگو کنه. وقتی در قطر دفتر برش باز کردن، همین حکومت افغانستان بود که گفتگوها را بند ساخت و گفتن که به شرایط ما قبول نیست و باید این گونه که امریکا میخواهد گفتگو نکنه. ولی با کدام غرض دیگه باز میخوان که امریکا را بگن که با طالبا گفتگو؟ خب آقای کرزی به مسابقه یکی از ابزارهای خطرناک بازی ضد افغانی و ضد منافع تاریخی مردم افغانستان، اینا از عمق قضایا بیشتر آگاهی دارند. از این خاطر آل دست و پاچه شده که واقعا نگه دست و پای خودش بسیار سخت بسته شده، چیزی که مردم فریب میده که من دست و پای ابر قدرت بسته میکنم. دست و پای خودش بسیار بسته شده، بسیار ناتوان و بیچاره شده، بسیار رئیس جمهور متاسفانه ای را تداوی بکنن ببرن و بانمان شفاخانه حساب ایزی خراب است. میاید جرگی را که هیچ مفهوم قانونی و تاریخی نداره، جرگی لوی جرگی افغانستان خطاب میکنه، جرگه اصلا نرخ نداره، جرگه را میگه مشبرتی است، در حالی که جرگه باید نرخ داشته باشه، عنانه پشتونی اش عنانه ملی افغانستان است جرگه ها. این گپا را کلش که ما میبینیم در یه آخر ما مواجه با یک مجنون و دیوانه استیم که شکسپیر در قرن پیشتر بسیار زیبایی گفته بود. اشاره داشته باشین، بالاخره حالی که میخواین وزیر خارجه یا یک مقام دیگه حکومت افغانستان در موجودیت آقای رئیس جمهور سند امضا بکنه، به نظر شما این مشروعیت خواهد داشت؟ بله بله، مشروعیت داره. ما میخواستم که حرف جان نورسه رو مقدار نشان بگیریم. صلاحیت عقود، قراردادا، معاهدات بین المللی به عهده رئیس دولت یک کشور است و او حق داره صلاحیت خود انتقال بده به یک کسی دیگه. مثل که از آرها قرارداد بین المللی بین وزرای خارجه و وزرای داخله و وزرای هر چیزی دیگه امضا میشه، اما صلاحیت نامیشه باید شخص اول کشور امضا کنه، اعتبار نامه. این یک عرف بسیار قوی دیپلماتیک در جهان است، در حقوق بین الملل مجاز است. اما عرض سر عزیز که اگر غیر از آقای کرزی و یا دو سه نفر دیگه که نامایشون بسیار سر زبان ها بود که دانشمندای افغانستان هستن، من نمیفهمم که حقوق میفهمن و اقتصاد میفهمن و سیاست میفهمن و این رسه بینی سند چیره پیش روی تان پرتید که نه سواد حقوقیست، نه سواد سیاسیست، نه سواد اقتصادیست، نه سواد ملیست، نه وابستگی مذهبی و اسلامیست، هیچ چیز دهش وجود نداره جز یک قرارداد دو تا دوکانداره که مثل که پیاز بفروشن. به این سطح پایین است.
در سند حقوقی الزام وجود ندارد به بیشتر از 30 مرتبه کلمه مشوره نشته شده در 26 ماده. در 26 ماده از قرارداد 30 دفعه مشوره نشته شده، 20 دفعه تاکید صورت گرفته که احترام به حاکمیت ملی افغانستان، هیچ گاهی گفته نشده که این جزء حاکمیت افغانستان از قاطع سند حقوقی شود. سند به یک سند توصیوی، یک نوع بازی بازاری تبدیل شده. بنابراین ما پیشنهادات مشخص داشتیم. قضیه افغانستان بودی بین المللی بسیار قوی داره. عدم تعادل روابط بین المللی افغانستان باعث رفتن افغانستان با ده تای از این قرارداد به کابی ویتنام دوم است. این مطمئن باشه تمام مردم افغانستان که هرچ قراردادی که صورت بگیره خطر از این بسیار زیاد است برای مردم ما. خدا نخواسته باشه که ما به طرف او رقم بدبختی ها باز بریم. ما 35 سال 40 سال اخیر این سیاست های بسیار آزمندانه واشنگتن آوردن روسا در افغانستان، همه مسئولیت های تاریخی آن به دوش امریکاست، آوردن دولت ضعیف، جا به جا کردن گروه های شکست خورده مافیایی غرق در شر و فساد، در بم برگردن مردم افغانستان اینا آویزان کردن، اینا همه کارهایی است که مهندسی از این در لانگلی شده. بنابراین ما پیشنهاد روشن داریم که افغانستان به کنفرانس بسیار قوی نیرومند بین المللی به خاطر تثبیت وضعیت حقوق بین الملل افغانستان و رهایی افغانستان از یک کشور متجاوز مثل که ژاپن امضا کرده، ده ها نظامی و ده ها سیاستمداری از این کشور شنیدیم که اونم بونسه ژاپن این هیچ فراموش کرده که ژاپن تسلیمی بلا قید و شرط با ایالات متحده امضا کرده، بعد از او امریکا پایگاه نظامی خود بر او تعمیل کرده، یا این چیز در آلمان یا مثلا در عربستان وقتی که این رقم قرارداد امضا شده حاصلش القاعده است که امروز تمام بشریت تهدید میکنه. تشکر. این مخالفت با اونمی موجودیت امریکا در عربستان سعودی است که القاعده است. القاعده امروز دنیا را نابود میکنه و ایالات متحده مثل مشور ازش میترسه و در همه جا فقط اونمی القاعده است که پلان زندگی یعنی در افغانستان هم اگر بله داده شد القاعده دوم در اینجا به وجود میاد که بسیار خطرناکتر از او عرب ساده لبی است که می جنگ در برازی که اینا کلشان تربیت نظامی و مخالفت های شدید آزمون شغل گلنی است خراب به اینجا به وجود میاد. بله ولرم هشدار امریکا در رابطه با یوجوان نظر شما چیست؟ که چقدر قابل قبول است که میگن اگر سند امنیتی را خود رئیس جمهور امضا نکنه ما از افغانستان میریم؟ خب ما فکر میکنم که امریکا نباید که تی امرای ملت یا مردم افغانستان ایتور یک بازی تفلانه را بگیره که مثلا اگر آقای کرزی سند امضا نمیکنه ما عسکر خود از افغانستان میکشه. پس این خواست مردم افغانستان بود که باید یا قانونمند شوند در افغانستان اگر میباشن قانون. ببینین مردم افغانستان هیچ کس هنوز از پیش پرسان نکده. این کسایی که در جرگاه آمدن اونمو نماینده اونمو کسایی هستن که توسط والی ها توسط ولسوالا توسط مامورین حرب جمع شده بود. و یک چیز دیگه ما میخوام بگویم که ما مخالف از جرگه بودم پیشتر از یک پیش از اینکه جرگه شروع شد. ما میگفتم که حتی پیسی از جرگه را شما برای از اولادایی که در کوچه بازار بیچاره و طفلکای معصوم پاک لباس ندارن پایشان یخ زده به پشت یک دقمنان کار میکنن برای از او طفلا یک پروگرام آموزشی تیار کنن و این پروگرام مسئله قرارداد امنیتی و موافقتنامه دفاعی یا امنیتی با امریکا یا این موضوع نظامی است مثل که جنرال صاحب محترم اشاره کردن هیره باید رئیس جمهور با اشتباه هایی که در گذشته کردن میگذاریم از گپا او باید مشوره میکرد امرای جنرال ها امرای کسایی که در مسائل نظامی میفهمیدن تخصص داشتن اینا کلشون تخصص دارن اینا رو در خانه ساخته یک آدم به سواده که هیچ درس نظامی رو نخوانده او رو ببینین که چقدر مشهور شده و کلان شده سرسناشت افغانستان امرای امی خارجی ها بازی میکنه به خاطر این موضوع بسیار یک موضوع سرنوشت ساز است و به ارتباط
پای اوریاس که به یک نقطه خوب اشاره کردن که بعضی کسایی که خود فکر میکنن که سیاست مدار هستن و خوب فکر میکنن که بسیار دیگه بچه های شریف از این مملکت هستن که فوراً امضا شوه. همه سیاست مدارا یک روز اینا انتقاد سر سیاست های غلط امریکا در کشور ما نکردن، یک روز انتقاد سر سیاست های نظام نکردن. اینا فقط اول اینا هیچ از خدا نمیترسن، اینا از امریکایی و از کرزای میترسن. دو نقطه کشار میشه، امریکا ضرورت داره اما افغانستان نیاز داره، این نیاز چقدر میبینیم؟ بله، ما میگم که افغانستان نیاز داره به کمک های امریکا، به کمک های جامعه جهانی. ما نیاز از این داریم که باعث یک کشور قوی، یک دوست خوب داشته باشیم، ولی دوست خوب ما اتر نکنه که ما را آله دست خود بسازد توسط یک حکومت دست نشانده. اینال مسئله افغانستان یک موضوع بسیار مهم و موضوع جدی است. این قرارداد را که امضا میکنیم، این نو پایگاه میخواهی، میدانهای هوایی را میخواهی. اینال هیچ هیچ کس نیست که کجا را بمباردمان میکنن اینا. این مثلا ای پایگاه نظامی را که میخواهید، این چی برنامه دارن؟ اگر برنامه تان بر منافع ملی افغانستان است، خب بسیار خوب است. شما برین اردوی ما را حمایه کنید، شما برین پلیس ما را حمایه کنید، چند نفر استادایتان، چند نفر عسکرایتان دمیج باشه، اما زیاتر مصارفات را که میکنین همون را برای آبادی افغانستان بتین و سرمایه گذاری برای مردم افغانستان کنین. فکر میکنین که رئیس جمهور هم روی همین نقاط چنزنی میکنه که شما رئیس جمهور؟ من فکر میکنم که بسیار ناوقت است که چنزنی را میکنه. رئیس جمهور عقد یک رهبر ملی را میکنه، رئیس جمهور اکتی یک افغان وطن دوست میکنه. من امور خاطر اشاره کردم که رئیس جمهور او روزای که امریکای ها آوردنش ها در روزگان پایینش کنن، باز کنفرانس بند شد، باز لوجرگه شد، باز حکومت دوری اولش بود، باز دوری این کارا رو او وقت باید میکرد که فرصت زیاد بود. جرگه را همینطور میخواست که میگفت که دیگه ما نمیخوایم که امریکا یا اروپا یا دیگه یا احمد یا محمود در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنم، ما به یک دوست خوب نیاز داریم، ما از امریکا کمک میخوایم. اما این کارا رو وقت میکرد، 5 سال پیشتر میکرد، 8 سال پیشتر میکرد، خودش و تیمش و او دکترا و فیلسوفایی که پیشش شیشته در دور پیشش که از آل زنای افغانستان خبر ندارن. یک دفعه مهربانی کنم ببینه که 1.5 میلیون اولاد از این وطن معتاد است به مواد مخدر. از رئیس جمهور و تیمش پرسان میکنم که تو سر ازی یک روز فکر کردی سر خانمای ازی، سر طفلای ازی، سر آینده ازی؟ این پولای به حساب که در افغانستان آمد، این مافیای اقتصادی، این مافیای سیاسی که تیکدارای افغانستان خود ساختن، تو از اینا پرسان کردی؟ رئیس جمهور بر افغانستان بسیار مفید واقع نشد. رئیس جمهور تمام شخصیت های با عزت، شخصیت های با کرکتر، شخصیت های ملی را، آدم های پاک همشان او طرف زد. فقط هر کسی که بلگوی به رئیس جمهور بود او را وزیر ساخت، پشت از این نگشت که کچال فروش است، ترکاری فروش است، آرد فروش است، کشمش فروش است. آورد که بلگوی رئیس جمهور باشه، او را والی مقرر کرد، او را وزیر مقرر کرد که سرنوشت افغانستان را به می جای رسان. اگر یک تیم واقعا ملی می داشت، هیچ وقت رئیس جمهور مشوره نمیدونن که بله این مشاور. ما سوال دیگه میست که این معاون های ازی یک امینا چی میکنن؟ معاون دوم فقط عقد یک سیاست مدار میکنن کم تو آرام آرام تو دلت برای بچه های افغان نمیسوزه که ده هلمن ببخشین 17 افغان ما ده ببخشین ده قندار به شهادت رسید از طرف عسکر امریکایی. عسکر امریکایی سر افغان ادرار خود انداخت، هزارها رقم توهین های دیگه افغان ها را کرد امریکایی ها عسکرهای خارجی در هر ولایتی که عسکرهای خارجی بودند. یک روز تو سر از اینا حواظ بلند نکردی معاونین تو یا این سیاسیونی که امروز میگن فورا امضا شوه، اینا سر از این فکر نکرد. او ریش سفیده که در المند است، پایش لچ، ریشش خاکپر، لباس بسیار فقیرانه در جانش، ایران ایران سندازی عسکرها سیل میکنه. شما نشرمیدین؟ من خجالت میکشم سر سیاست مداره افغانستان که یک روز سر زوری سفیدا در اون نقاط افغانستان فکر نکد، سر اولادا فکر نکد، سر آینده افغانستان فکر نکد. آمدن که ما قرار داد. بله، آل فکر میکنم که موضوع که من برش میخوایم بگویم ایست که ما با کمک جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده امریکا نیاز داریم، ما به دوست قوی نیاز داریم. بگذار امریکا نزنی تو چنه بازی های حجیب غریب که اگر امضا میکنی اونه میکنی. اینجا بسیار گپا مونده که تصفیه شد. یک چیز دیگر را میخوایم اشاره کنم که از فرصت استفاده کنم. مثلا سفیر پیشتر امریکا
در یک میز گرفت مثلا میگه که جوان ها را ما همراهشان باید کار کنیم. بسیار خوب از جوان ها همراهشان کار شوه، ولی از جوان تو مشوره میگیری، دخترای جوان، زنای جوان، بچهای جوان شما پیش مشوره میگیرین، ولی دخترها و بچهای جوان افغانستان ای سه دهه را ای بازی سیاسی نظامی استخباراتی منطقه و جهان باید بفهمن که تو همراهش مشوره میکنی. تشکر. جهان همراه ما بیایه گپ بزنه که ما چنه بزنم سر منافع ملی خود، سر نجات وطن خود، نه سر از طفل معصوم که از او سو استفاده صورت بگیره. تشکر. به او خاطر باید از این از دقت زیاد کار صورت بگیره به خاطر از این قرارداد. خاله جنرال دوټه کوته چې اشاره کیږي اوس امریکا وایي چې موږ نور افغان حکومت سره په امنیتی سند هیڅ خبرې نه لرو، د دوی خپل زړه دی که موږ غواړي چې وو سند امضا کړي که نه غواړي موږ به ولاړ شو. او اخرین خبرې زموږ د ښاغلي سوزان رایس وی چې له افغان حکومت سره یې وکړي نور موږ نه غږیږو. ستاسو ارزونه غواړم، دغه نیازونه څومره دي چې بالاخره پرته له دوی موږ ژوند کولی شو که څنګه؟ جناب فیضی صاحب، نن نړۍ وابسته په یو بل باندې دي، بدون د روابطو نه، بدون د داد و ستوت نه، بدون د په اسلام باندې بعض مسایل نه چې باید سره شریکې نړۍ مخته نه شي تللی. افغانستان نن محتاطترین ملک د نړۍ په کره کې دی، ځکه چې 15 کاله چې په افغانستان کې اور بل شوی دی. افغانستان یې د هنګ کومونې اولیت هم رسولی دی، خو هر څوک خپله ګټه په نظر کې نیسي. امریکایان په دغه قرارداد کې په دغه چې د دوی ګټې منافع کې ډېرې دي، دوی په فشاري لري، لکه څنګه چې هم ریا صاحب درته ویلي، هم درنې فتانی صاحب درته ویلي چې دوی باید 10 متخصصین راوستلي وای چې په دغه کوم تړون چې ترسره کېدی په هغه کې چې هم د امریکا منافع کې نغښتی وای، هم د افغانستان منافع کې نغښتی وای. ځکه موږ یعنی د دوی اراده هم ښه نه ده. بلکل، د دوی اراده په دې دوی چې څومره سست، چې څومره ضعیف، چې څومره د دوی په ګټه باندې قرارداد دي، یا په فشاري کوي چې باید رئیس جمهور امضا کړي. ځکه هغه کوم قرارداد چې ما لوستی دی د افغانستان تر ګټو نه د دوی ګټې منافع کې ډېرې زیاتې دي. هغه کوم مسایل چې نظامي دي هغه په یعنی علني یا په درسته توګه باندې هغه نه دي چلی شي، زه په دې نظامي هغه په صفت درته وایم. په دې اساس باندې که چیرې متخصصین که ناست وی، متخصصین د اقتصاد که ناست وی، متخصصین د نظامي که ناست وی، متخصصین د حقوقي که ناست وی، چې هغو څېړلی وای هسې ګورم. په طور د مثال موږ د امریکا مرستې ته ضرورت لرو، د امریکا دوستۍ ته ضرورت لرو، خو موږ دلته زیرمې لرو، درست دی که نه؟ دغه کومې زیرمې چې په آینده کې دې نه استفاده کېږي په کومو مناسبو باندې باید استفاده ځینې وشي. دا یوه مسله. دوهمه مسله، کوم نظامي تړون چې موږ تړو په کوم اساس پر بنسټ باندې باید هغه د دوی سره وتړو. نو په دې اساس باندې د نن چې جناب رئیس جمهور کرزی شاته پاتې دی او دی چیغې وایي، پوهېږي چې که زه چیرې دغه تړون ورسره امضا کړم، که زه هر څه د افغانستان د ملت هغه مخورۍ په هغه باندې چیغې وایم، یو سبا نه بل سبا ته دلته خلک با فهمه خلک شته دي چې هغه تحلیل کولی شي، ارزیابي کولی شي، نو سبا ماته ګریوان ټینګ نیسي. په دې خاطر یې اوس په وزیر خارجه ورغورځوي چې وزیر خارجه امضا کړي تر څو د دې جنجالو نه دی ځان خلاص. مننه آقای اوریا. اگه کوتاه‌تر اشاره بکنین، 12 سال آقای رئیس جمهور با امریکا کار کرد، حالا روی کارش شک میکنه و روی کارش اعتبار نداره یا باور نمیکنه. ارزیابی شما را میخوایم که در 12 سال هم به اساس همین معاملات بودی کارها یا نه؟ یک چیز رو باید تصدیق کنیم که آقای کرزی 12 سال نمیشه به امریکا یا کار میکنه، بیشتر از 40 سال است که به امریکا یا کار میکنه. ما در افغانستان اشاره کردیم، دمی افغانستان، سر مسائل افغانستان سفیر امریکا در کابل این مسئله را یک چند سال پیش کاملا صحیح دقیق توضیح که در مطبوعات افغانستان که از کدام سن آقای کرزی بر امریکا کار میکنه.
آقای کرزایی تا 12 سال اخیر نقاط بسیار اساسی روابط بین المللی افغانستان را سخت به استیزا گرفت. درست 12 سال پیش از امروز ما با آقای کرزایی در هتل پرزیدنت در شهر ماسکو امی مشکل را که نمیال دست گریبان است مطرح کردیم آمرایش که روز میرسه که باز خدا نجات داده نمیتونست. چی میکنی؟ اشتباه دیروز حزب دموکراتیک خلق تکرار میکنی؟ عشق و نفرت در مناسبات بین المللی سر خود و سنگ کوبیدن است و یک ملت مظلوم و قهرمان و مقاوم را که افراد گرایی های چپ و راست داری کشور با سختترین تحمل با سختترین بردباری تحمل کرده تو باز با بازی میگیری؟ ما برش گفتیم اونجا به صراحت گفت بگذار که دنیا بفهمه یک قدرت است در دنیا او ایالات متحده است او گردن کلفت و گفته ایرانیا حرف خودش است بشنوه بگذار که امو گردن کلفت دستش سر افغانستان باشه ما گفتیم ای دست افغانستان و خاکدان میبره احتیاط کن از شوروی کده افغانستان شناس در جهان نبوده ببینین چقدر مشکلات در اینجا برش پیدا شد دوستی 70 سالیش اولین تضمین کننده استقلال افغانستان که شوروی بود بالاخره به چی الفاظ در این کشور یاد شد اشغالگر و ایرانگر که چی تجاوزکار چی گفتیم اصطلاحات بعد از اون میایم سر عاشقا و نفرتگرای خود از مسئله اساسی ما با عشق و نفرت نسبت به جهان سیاست کردن نمیتونیم اگر ما یک جانبه افغانستان را به آغوش شوروی انداختیم امروز خود ما کت اولاد ما در 82 جزیره تک تک پارچه پارچه شدیم تشکر و اولاد وطن ما همچنان امروز اگر ما این بازی را کت امریکا ادامه میتیم به 100 و چند پارچه دیگر تک تک خود شدیم تشکر پس ما نه معرف ما ختم نشده آقای کرزایی باید دقیقا تعادل روابط بین المللی افغانستان را در انتخابی اگر حرکت میانه اجتناب از افرادگرایی چپ و راست متمرکز بسازه منافع دائمی افغانستان را با منافع منطقه در کانورژانس در امگرایی با منافع جهانی در امگرایی ما متعادل سیاست میخواهیم نه ما دیگه عشق به روسیه کار داریم نه عشق به امریکا را نه موضوع نیازمندی فقط کوتاه تر افغانستان به تناسب ایالات متحده امریکا 1 بر 1000 به این همکاری نیاز داره تشکر 1000 مرتبه امریکا بیشتر نیاز داره برای از اینکه افغانستان میتونه امریکا را در این عرصه کمک کنه خانم گلاندر به اقتصاد... شما را میخوام داشته باشه در اقتصاد نوین جهانی جایگاه خود پیدا کنه و از این بوراری که زیر بار 50000 میلیارد دلار قرضه در حال خمیدن از خود نجات بده این افغانستان شما را میخواد یعنی بحث اگر جمع کنیم راه حل در چی میبینین خصوصا در روابط با امریکا با بله. ما فکر میکنم که بهتر همیست که اگر ایالات متحده امریکا صدای ما را میشنوه یا مشوره ما را برش احترام میگذاره با خاطر از اینکه ما نماینده صادق مردم افغانستان هستیم برای از اینکه یک تعداد کسی هستن که امی جنگ امی وضعیت اگر هرقدر دوام پیدا کنه اونا ازش استفاده میکنن منافع خود میبینن منافع شخصی خود ولی ما مشوره ما همیست که ایالات متحده کشور بسیار با حزمت است و باید با این گپ ها خود زیاد مانده نسازه ما امید میکنم که دقت از دقت بیشتر کار بگیره و بگذاره از دو طرف و این که گفتم که وزیر خارجه وزیر ناکام بوده در دوره 12 سال خود و الان به حیث سرپرست است هیچ اجازه را نداره یقه نداره دیگه ای که اتا رای پارلمان نماینده ملت نگرفته امرای مردم افغانستان این بازی ها دیگه خاتمه پیدا کنه میان در ارتباط از این که رئیس جمهور گفته بود که ما سلام میخوایم و نایفوام تلاشه خانه خاتمه پیدا کنه و بندیاز گنتنم و ایگه پا ما فکر میکنم که و دیگه در انتخابات مداخله صورت نگیره تشویش رئیس جمهور کلش از مسئله مداخله در انتخابات است رئیس جمهور چرا تشویش داره
این مسئله قرارداد یا این سند هیچ ارتباط به انتخابات نداره. بیا از انتخابات تو مهندسی کردی، از رئیسش کلگیش نفرای خود آوردی و ابو کسای خود کندی که کلش مامورین خودت بود، کلشان هم تیپ هستن، خود حکومت افغان کل... بله هم تیپ خودت هستن و چهار تا هزی خانمای خارجی داره. شما فکر کنین این چشم سفیدی را که رئیس جمهور افغانستان، یک کشور مسلمان، یک کشوری که 2 میلیون شهید داد، رئیس جمهورش خانمش آمریکایی یا انگلیس، مثلا سردار نادر است خانمش انگلیس است، اشرف غنی است خارجی است، قیوم کرزای آمریکایی است، مثلا هدایت امین ارسلا، اینو چطور نشرمیدن، خجالت نکشتن، خود کاندید کردن؟ باز چه خوب یک گپ بعضی کسایی که سرمسان منافی افغانستان فکر نمی کنن، سر نجات افغانستان فکر نمی کنن، میگی مسئله در قانون نامده، ای باید در قانون بیای که زن رئیس جمهور یک زن کفر نباید باشه، یک زن خارجی نباید باشه. این موضوع دیگاهشون، بعضشون آدم های جنایتکاری هستن که پیش مردم روی ندارن، یک تعداد آدم بسیار کم نامنیک هستن. ما امید میکنم که مردم افغانستان اگر میخواین با حیثیت زندگی کنن، کوشش کنن که در نمی انتخابات کسی را برش رای بتن و امایش کنن، تقویه کنن، بزرگواری کنن، بر خود انتخاب کنن که حکومت دست نشانده و ایالات متحده آمریکا به مردم افغانستان کمک کنن. حکومت های دست نشانده را مردم افغانستان نمیخواین و دست نشانده نمیتونه مفید و واقع شه و سر ملت افغانستان سرمایه گذاری کنن. بانن این قرارداد را بر آینده و ای که آینده چی رقم نظام انشالله و رحمان میایه که برای زوی امضا کنن و امید میکنم که بخواست مردم افغانستان فکر کنن و زنای افغانستان، همه مردم افغانستان میخواین که هر قدر زود این بازی های استخباراتی در منطقه کس نجات پیدا کنه. ما همسایه های خوب در پولی خود نداریم، همسایه های ما در امور داخلی ما بسیار مداخله کرده، چی پاکستان، چی ایران، چی دیگرها، چی مملکت دیگه هم استخباراتی در مملکت کار میکنه. پس بهتر است که ما امرای امریکا با منطق صحبت کنیم و ضمانت کمک بر منافع ملی خود از امریکا بگیریم و از مداخله خارجی ها. ببینید یک چیز دیگر هم اشاره میکنم، یک نکته را، تروریست ها، افراطی ها، نوکرای از اینا کلش در پاکستان بود و امو رهبر کلان تروریست ها در مو پاکستان پیدا شد، بیت الله مسعودش، دیگهش، اقانیش، همه گیش در اونجا است. امریکا اگر میخواد که تو مردم افغانستان دوستی داشته باشه و زنان افغانستان بازی نده، پس فشار خود کار خود که تی پاکستان کنه تا از اونا بفهمن نه در افغانستان تروریست است، نه افغانستان افغانها در تروریست بودن. ما امید میکنم که ما دیگه قربانی از این بازی های استخباراتی نشویم، بسیاره که ما نفس راحت بکشیم و ما نیاز داریم که زندگی با آرام داشته باشه. من نتا درنو ملمنو که آقلی جنرال ظلمی، که آقلی اکادمیسیان اکبر اوریا و که آقلی محترم فتنه گلانی چه خدا وازمو که پراونه تربل پراونه چیزه بیاسته درنو حضور تازیریگم تا سطول بلویا بخونگی. الله سپارم تربیه.